عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز خیلی خوشحالم از اینکه امروز این توفیق نصیب من شده که با شما عزیزان در مورد مسائل موجود در صنعت هوانوردی و آشنایی شما عزیزان صحبت بکنم من پدرام شیرازی هستم خلبان تایپر با شرکت هواپیمای زاگروس و مدیر عامل مرکز آموزش هوایی هما قرار شد ما یک ویدیویی برای شما آماده بکنیم داله بر اینکه علاقه‌مندان موجود در صنعت هوانوردی آشنا بشن با صنعت هوانوردی پیدایشش مشاغل مختلف در صنعت هوانوردی الزاماتی که باید داشته باشه نحوه ورود به این سیستم یه تیم بسیار بسیار جوونی شروع به فعالیت کرده استارتاپ به وجود آورده و داره تلاش میکنه که هم نسل خودش رو بچه های کوچکتر از خودشون بزرگتر از خودشون رو آشنا کنه با سیستم هوانوردی کار بسیار بسیار قابل ارزشیه امیدوارم که در مسیری که قدم گذاشتن موفق باشن و هر روز بیشتر پیشرفت بکنم در خدمت شما ایزان هستم خیلی ممنون کپتن لطفا در خصوص تاریخچه رشته خلبانی هاپیم مسافربری و اهمیت اون تو صنعت هوانوردی هم به علاقمندان اسکایتو توضیح بفرمایید ببینید اول از همه ببینید که ما قبل از که در تاریخچه هوانوردی بخوایم صحبت بکنیم همه ما از بچگی میدونستیم یه برادرن رایتی بودن هواپیما رو خلق کردن و بعد صنعت هوانوردی شروع به پیدایش کرد رشد کرد پروازها به وجود اومد حرکت های بیشتر از 20 دقیقه در آسمون بیشتر از 30 دقیقه بعد وارد فاز نظامی شد جنگ جهانی به وجود اومد و مسائل مربوط به اون چیزی که بسیار بسیار واضحه سال 1903 بود که اولین بار بردن رای تونستن یک وسیله پرنده‌ای رو از روی زمین بلند بکنن و این خب آغاز صنعت هوانوردی و یا پیدایش صنعت هوانوردی بوده خب در همون زمان ها اگر بخوایم مقایسه بکنیم علوم مختلفی مثل مدیریت مثل فلسفه مثل پزشکی مثل آرشیتکتوری تمام اینها موجود بوده که از سال 1800 در حقیقت پیدایش همه اینها به وجود اومد ولی خب صنعت هوانوردی صنعتی بود با خلوش 103 سال بعد از پیدایش اینها همونجوری هم که نگاه بکنید دقیقاً صنعت هوانوردی صنعتیه که نیاز به علوم مختلف توش موج میزنه یعنی شما باید علوم مختلف رو توی این صنعت دخیل بکنید تا بتونید در صنعت هوانوردی یک صنعت پویایی داشته باشید به تدریج پیشرفت کرد پیشرفت کرد علوم مختلفی اضافه شد در صنعت هوانوردی اما یه جورایی جنگ جهانی دوم یک رشد وسیعی در صنعت هوانوردی به وجود آورد به خاطر حالا پروازهای نظامی که بین مناطق مختلف انجام میشد از نوع هواپیماهایی که بحث شکاری بودن بحث بمب بودم و موضوعات دیگه پیدایش هایی که در زمینه سیستم های رادار به وجود اومد پیشرفت که در صنعت شناسایی و نظارت به وجود اومد بحث اینی که آنتن به وجود اومد نام IFF Identify Friend From Foam تشخیص دوست از دشمن برای بحث های نظامی و بعد این بست پیدا کرد و وارد صنعت سیویل یا غیر نظامی شد چون همونجوری که شماها باید بدونید صنعت هوانوردی به دو قسمت نظامی و غیر نظامی تقسیم میشه قسمت میلیتری و قسمت سیویل امروز هم که خب ایرلاین های بزرگ دنیا با فناوری های بسیار بسیار پیشرفته پیش, رفته. پیش در بحث امنیت و ایمنی صنعت هوانوردی و همچنین درآمدزایی هایی که میتونه به وجود بیاد مراجعه کردن به سمت سوخت های غیر فسیلی مراجعه کردن به سمت سوخت های پایدار و مسائلی به این صورت تمام دنیا دارن تلاش میکنن چون این صنعت بسیار صنعت پیشروی. کپتن لطفا در خصوص شرایط ورود و تحصیل رشته خلبانی مسافربری هم توضیح بفرمایید ببینید ارز کنم به خدمت شما که ما متاسفانه صنعت هوانوردی رو به عنوان فقط خلبانی میشناسیم اما خلبانها در حقیقت همون بازیگرهایی هستند که جلوی دوربین قرار میگیرند ولی قبل از اینکه اون فیلم پخش بشه اون فیلم نیاز به تدارکات داشته نیاز به تدوینگر داشته نیاز به کارگردان داشته نیاز به فیلم نام نویس داشته نیاز به گریمور داشته و و و ما مشاقل بسیار زیادی در صنعت هوانوردی داریم که طبیعتاً پارامترهای مختلف و دورهای مختلف شرایط ورود مختلف داره از رشته مهمانداری هست رشته مدیریت پرواز هست رشته مهندسی فنی هواپیما هست مدیریت قابلیت و نظارت هست خلبانی هست تهیه غذا و کترینگ یک هواپه ما هست و و و و بسیار بسیار رشته های که تو این صنعت وجود داره اما خواسته بچه ها از من مورد بحث رشته خلبانی بود که من بیشتر باتون صحبت بکنم حالا موضوعات و رشته های مختلف رو قرار شد اساتید دیگر در صحبت بکنن کارشناس های مختلف در نظر بدن اما برای رشته خلبانی با یک موضوعی رو باید بدونیم حتما با یک دانشجو که میخواد وارد صنعت هوانوردی بشه سنش از 18 سال بالاتر باشه حداقل با دیپلم داشته باشه چون الان رشته آموزش خلبانی بیشتر به صورت دانشگده های کوچیکی که زیر نظر وزارت علوم نیستند داره انجام میشه در حقیقت عمده آموزش رشته خلبانی تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری و زیر نظر وزارت علوم نیست یعنی شما زمانی که مراجعه میکنید به مدارس خلبانی مختلفی که در طول کشور در در کل کشور وجود داره مثل این مرکز آموزش هوایی هما میبینید که زمانی که مدرک رو شما می دریافت بکنید مدرک می نظر سازمان هواپیمایی کشوری پس حداقل ورود از لحاظ سن 18 از لحاظ مدرک تحصیل دیپلم اما یه شرط لازم لازم داریم برای اینکه یه نفر وقتی که میخواد بیاد خلبانی بخونه و بخواد موفق بشه باید اونها رو حتما داشته باشه یکی از شروطش اینه که باید سلامتی پزشکی داشته باشه این سلامتی پزشکی از آزمایش های مختلف در مورد خون بینایی شنوایی مغز روانشناسی عرض کنم به خدمت شما که تست ریه و آزمایش به این صورت هست که در اولین باری که شما مدیکال میدید همه اینها رو باید انجام بدید و بعد به صورت هر سال که اینها رو تا سن 60 سالگی دوباره ریویو میکنید به تدریج یه سری رو انجام بدید یه سری بلدیتی داره مثلا نوار مغز بلدیتیش 5 ساله نوار اودیومتری نوار شنوایی مثلا اعتبارش سه ساله و و, و و و این آزمایش ها رو انجام بدید در صورت که سلامت کامل داشتید میتونید خوندن خلبانی رو آغاز بکنید بحث قد بحث مهمیه نداریم الان جایی براش که حداقل قد چیه چون قوانین ایران تغییر کرده از سال 1396 خیلیاش به قول معروف برابری میکنه با قوانین و استانداردهای اروپا دیگه ما بحث حداقل قد و به قول معروف مثل قدیم که میگفتن حداقل 160 سانتی یا 165 سانتی متر نداریم ولی واقعیتش اینه که شما زمانی که میخواید خلبان بشید باید از یک شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشید قد مناسبی داشته باشید اندام مناسبی داشته باشید حالا این اندام مناسب منظورم نیست که فیتنس باشید سیکس پک داشته باشید فور پک داشته باشید اینا مطرح سالم باید باشید این از بحث پزشیشه اما یه موضوع دیگه که توش خیلی مهم میشه اینه که شما باید حتما دانش خوبی به نسبت سطح زبان داشته باشید درک خوبی به نسبت ریاضی و فیزیک داشته باشید چون اینها بیس کاری شما رو خواهد چید و شما موفق خواهید شد بعد از اینکه شروع میکنید به دوره خلبانی مراجعه میکنید به مراکز آموزش خلبانی برای ثبت نام کردن طبیعتا دوره های مختلف تئوری و عملی رو طی میکنید ما مدارک مختلفی رو در صنعت خلبانی داریم بحث سی پی ال کمرشیال لایسنس لایسنس خلبان تجاری بحث ریتینگ های مختلف اینسترومنت ریتینگ مالتی انجین ریتینگ نایت ریتینگ یعنی پرواز بدون دید پرواز در شب پرواز با هواپیمای دو موتوره و آخرین مدرکی هم که شما در صنعت هوانوردی به عنوان یک خلبان دریافت میکنید مدرک ATPL یا Airline Transportation Pilot License حالا فرض بگیریم شما یک دانشجوی صرف کیلومترید و میخواید وارد صنعت هوانوردی بشید به صنعت هوانوردی مطالعه بکنید خب بعد دوره ATPL Integrated رو ثبت نام بکنید یا ATPL یک پارچه مثل دانشگاه شما میرید از صفر میخونید تا لیسانس میگیرید میشه کارشناسی پیوسته یه زمانی از شما میرید فوق دیپلم میگیرید از فوق دیپلم میگیرید لیسانس میگیرید میشه کارشناسی ناپیوسته ما هم در صنعت هوانوردی همین رو داریم برای آموزش خلبانی یعنی یه بحث ATPL integrated داریم یه بحث CPL integrated داریم CPL integrated یعنی چی یعنی شما میاید تا مقطع CPL رو میخونید لایسنس CPL رو میگیرید ATPL integrated یعنی چی؟ یعنی شما میای تا مقطع ATPL رو میخونید اما این وسط یه زمانی هست مثلا یه نفر میاد میگه من متلاسه با شرایط که دارم فعلا میخوام سی پیل رو بگیرم دو سال بعدش برم آی آر ای پیل رو بگیرم حالا برای قسمت آی آر و قسمت ای تی پیلش یعنی ریتینگ و ایرلاین ترانسپورتیشن پالت لایسنسش میتونه دوره های ماجولار یا همون ناپیوسته رو شرکت بکنه یعنی میاد CPLش رو به صورت اینتگریتد پیوسته میگیره بعد آی آرش رو جدا میگیره بعد ای تی رو جدا میگیره یا میتونه همه رو در یک پکیج کامل به عنوان ای تی با هم درج بکنه طول ساعت های آموزشی تئوریشون در حال حاضر برای بحث ای تی مینیموم باید 750 ساعت بر اساس سازمان هواپیمایی کشوری باشه یعنی شما 750 ساعت آموزش تئوری دارید و پروازاتون 136 134 ساعت اسخای می کنم 134 ساعت پرواز با هواپیمای یه موتور است هواپیمای مثل پایپر مثل تکنا 6 ساعت پرواز با هواپیمای دو موتور است و بقیهاش در قالب پروازها با دستگاه‌های هواپیمای شبیه ساز در قالب سیمولیتور انجام میشه تا اون بازه صد و ارز کنم به خدمت شما که 90 ساعت و 200 ساعتی که حالا عرف توی برس به قوانین سازمان اپای کشوری رو پر بکن